んじゃないかなって思うんですけど。مردم ژاپن به این کارهای زیبا خیلی علاقه دارن. این سرامیک که رنگ و لعابش چشم خارجی ها را به خود خیره می کند، آنقدر برای ایرانی ها ناشناخته است که حتی در قدیمی ترین بازار صنایع دستی فارس هم پیدا نمی شود. شما این کاسه رو نمونش رو داریم؟ خیلی. نمونش رو نه. برای دیدنش باید راهی خواستگاهش شد در استهبان. هنری به قدمت 1200 سال. ما با سنگ سیلیس از کوها بیاریم، بعد اونا تکه تکه کنیم. با وسیله بالمین یا آسیا پودرش کنیم. اینجاست که طرح و رنگ و لعاب دست به دست هم می‌دهند تا با شیوه ای سنتی از دل کوره ها هنر صنعتی زاییده شود به خدمت سالها تلاش اجداد هنرمندمان. این تو کوره برقی بوده، لعابش و کیفیتش خوب نشده، رنگش خوب نشده، اما تو کوره سنتی بوده هم رنگش هم کیفیتش خیلی خوب شده. حالا این دستان خالق هنری میشوند بی نظیر و با اصالت. بی نظیرترین سفال تو کل جهان به خاطر تک پختی بودنش. تنها سفالی هم هست که تمام مراحلی که کار میشه کامل کار دسته و به صورت سنتی کار میشه. در حال حاضر 36 کارگاه تولید این هنر همین یکی باقی مانده. هنری که خانواده برکت میراثداران آن هستند. سختی به خودمون میدیم که این کارو که 1000 سال پیش انجام شده تا حالا حفظ بشه، این کارو از بین نره، فقط هدفمون همینه. هرچند منحصر به فرد بودن این اثر موجب شده در لیست آثار معنوی کشور ثبت شود، اما بی توجهی به آن پایش را به لیست 40 صنعت دست در حال فراموشی فارس هم باز کرده. یعنی هیچ کی از این کارو بدش نمیاد، دنبال درآمد کار هستن. خب این درآمد نداره؟ درآمدش خیلی کمه، مثلا یه خرج داره درآمد ندارن. حالا تصور کنید اگر این هنر از دست استاد برکت هم رها شود. اما یک دست صدا نداره و اگر از این کارگاه و این خانواده حمایت نشه، شاید تا چند سال آینده از این هنر زیبا هم خبری